سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از بیوگرافی فارسی با شما هستم. در این برنامه از بیوگرافی فارسی به معرفی هومن سیدی میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. هومن سیدی متولد 8 آذر 1359 در رشت، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه نویسه. هومن سیدی پس از پایان دبیرستان و دریافت دیپلم گرافیک، کار خودشو با حضور در کلاس‌های انجمن سینمای جوان رشت و ساخت چند فیلم کوتاه آغاز کرد. سپس به تهران اومد و در کلاس‌های بازیگری کارنامه به مدیریت پرویز پرستویی شرکت کرد. او فرزند دوم خانواده است و دو برادر به اسم حامد و همایون و یک خواهر به نام هیلدا داره. مادرش بازنشسته نیروی دریایی و پدرش بازنشسته کارمند بانک کشاورزیه. هومن سیدی سال 85 در 26 سالگی با آزاده صمدی، بازیگر 28 ساله، ازدواج کرد. آشنایی این دو در کلاس‌های بازیگری مؤسسه کارنامه شروع شد و در نهایت زمانی که هنوز به شهرت نرسیده بودند ازدواج کردند. این زوج نهایتاً سال 92 پس از 7 سال زندگی مشترک از هم طلاق گرفتند. هومن سیدی سال 93 برای بار دوم با خانم بیتا اصلانی در سکوت ازدواج کرد که خبر اون پاییز 96 با تبریک حامد بهداد برای به دنیا آمدن دخترش نیل رسانه‌ای شد. سال 86 با سریال راه بی پایان وارد قاب تلویزیون شد و در چهارمین تجربه تلویزیونیش با سریال تا سریا خوش درخشید و آخرین بار سال 92 در سریال مهرآباد بازی کرد. هومن سیدی در اوایل دهه 80 در فیلم یک تکه نان با رضا کیانیان هم بازی شد و سپس نقش کوتاهی رو در چهارشنبه سوری اصغر فرهادی ایفا کرد. او نقش اصلی پابرهنه در بهشت بهرام توکلی رو بازی کرد. این فیلم اولین فیلم بلند بهرام توکلی بود که باعث شهرت او شد و سیدی هم کاندیدای جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشن خانه سینما شد. هومن سیدی در زمینه تئاتر در همسایه آقا و مشروطه بانو دو اثر حسین کیانی به ایفای نقش پرداخت. از کارهای او در تلویزیون میتونیم به سریال‌های راه‌های بی‌پایان همایون اسعدیان و تا سریا ساخته سیروس مقدم و تلفیلم‌های سایاب محمد علی سجادی و اگر باران ببارد روح الله حجازی اشاره کنیم. از دیگر فیلم‌هایی که در کارنامه هنری او به چشم می‌خوره به این فیلم‌ها میتونیم اشاره کنیم: شب بیرون، خط ویژه مصطفی کیایی، نیمروخ ها ساخته ایرج کریمی، در مدت معلوم، پل خواب، مادری، کمدی انسانی مصادره و طلا ساخته پرویز شهبازی. هومن سیدی برای بازی در فیلم من دیگو مارادونا هستم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل رو از جشنواره فیلم فجر و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران گرفت. هومن سیدی پس از ساخت چند فیلم کوتاه از جمله 35 متری آب و دندان آبی که به خاطر اونها جوایز متعددی از جشنواره فیلم کوتاه تهران کسب کرد، اولین فیلم بلند خودشو در سال 89 با نام آفریقا کارگردانی کرد. این فیلم در 29مین جشنواره فیلم فجر بخش آثار ویدیویی جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول زن که آزاده صمدی بود رو از آن خودش کرد. سیدی به غیر از کارگردانی به عنوان نویسنده و تدوینگر نیز در این اثر حضور داشت. شهاب حسینی یکی از بازیگرای این فیلمه که تنها 10 دیالوگ میگه و کم دیالوگترین نقش اصلی عمرش رو بازی کرده. منتقدان سینمای ایران آفریقا رو در آثار سینمایی نئونوآور ایران برشمردن. همچنین برخی هومن سیدی رو ادامه دهنده سینمای اجتماعی اصغر فرهادی میدونن. البته با دکوپاژ و قاب‌بندی‌های متفاوت و غیر کلاسیک. او نویسنده و کارگردان تئاتر روایت ناتمام یک فصل معلق بوده. از دیگر فعالیت‌های او آموزش هنرجویان بازیگری در آموزشگاهشه. او در فیلم‌هاش بازیگرای جدیدی مثل امیر جدیدی و یسنا میرطهماسب رو به سینمای ایران معرفی کرد. فیلم‌های هومن سیدی در مقام کارگردان عبارتند از آفریقا، 13، اعترافات ذهن خطرناک من، خشم و هیاهو و مغزهای کوچک زنگ زده. ایشون بعد از موفقیت‌های داخلی و بین المللی دکترای افتخاری کارگردانی از شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان و شاعران کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد.
ساخته های او جوایز متعددی از جشنواره های فجر و ورشوی لهستان و جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی و شانگهای چین و جشنواره فیلم شهر دریافت کردند. از جمله جایزه بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، جایزه ویژه هیئت داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران. فیلم 13 به کارگردانی هومن سیدی در سال 92 با سرمایه گذاری مستقیم بابک زنجانی که حالا یکی از ابر بدهکاران بانکی تولید شده. این فیلم دومین سرمایه گذاری مستقیم بابک زنجانی پس از فیلم هیچ کجا هیچ کسه. سیدی رو میتونیم به عنوان یکی از خوشتیپترین های سینمای ایران نام ببریم. تیپ او به گونه یه که نشون میده از اصول پوشش صحیح میدونه و سعی میکنه تیپ خودشو با این اصول وقف بده و بدرخشه. یکی از سطحی ترین نقش های سریال عاشقانه سال 95 نقش پیمان با بازی هومن سیدی بود که با تواناییش نقش رو با جذابیت خاصی درآورد. هومن میگه در حال حاضر محمد رضا گلزار سوپر استار ایرانه، به دلیل اینکه او مختصات یک سوپر استار رو داره و طرفداران زیادی هم قبولش دارن. نوید محمدزاده هم بازیگریه که تعداد زیادی تماشاگر به سینما میکشه. آقای سیدی در مرداد سال 1397 گفت: یک سال از ترک سیگارم گذشت. به دنبال ترک چیزای بزرگتر هستم. عادت‌های زشت، دروغ، نفرت، حسادت، سیاهی و غیره. آخرین کاری که از سیدی در حال پخش سریال شبکه خانگی قورباغه است که این سریال با جنجال‌های فراوان مجوز نمایش گرفت و به یکی از پرطرفدارترین سریال‌ها تبدیل شد. از این سریال به عنوان یکی از متفاوت‌ترین کارهای داخلی نام می‌برند. و در آخر، افتخارات هومن سیدی. سیمرغ بهترین کارگردانی برای فیلم آفریقا از 29مین دوره جشنواره فیلم فجر. جایزه ویژه هیئت داوران از 32مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم 13. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم من دیگو مارادونا هستم از 33مین دوره جشنواره فیلم فجر. جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم 13 از جشنواره فیلم پوسان. جایزه بهترین فیلم برای فیلم 13 از جشنواره بین المللی فیلم شانگهای. این فیلم برای فیلم 13 از جشنواره بین المللی فیلم ورشو. جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر. جایزه ویژه هیئت داوران از 34مین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم خشم و هیاهو. سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده از 36مین دوره جشنواره فیلم فجر. تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد درام برای سریال عاشقانه از 17مین جشن حافظ. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.